تراس در صورت نخست وزیر شدن برای افزایش انرژی اقدامات فوری انجام خواهم داد. افراد مسلح ناشناس در فاریاب یک جوان را کشتن. خبری که طعم پیروزی طالبان را به زهر مبدل کرد. مشروع خبرها: در حالی که اروپا پس از تهاجم روسیه بر اوکراین با کاهش شدید انرژی روبروز، لیستراس نامزد نخست وزیری بریتانیا تعهد داده است که در صورت رسیدن به این کرسی اقدامات فوری را برای افزایش انرژی انجام خواهد داد. رویترز گزارش داده است که خانم تراس این سخنان را روز یکشنبه 4 سپتامبر بیان کرده است. لیستراس که قرار است با ریشی سوناک تنها رقیبش برای کسب نخست وزیری بریتانیا رقابت کند، با روزنامه ساند تلگراف گفته است که اقدامش برای احیای اقتصاد این کشور دوگانه خواهد بود: اقدام فوری برای مقابله با بحران معیشتی و طرح برای رشد اقتصادی. این نامزد حزب محافظه‌کار بریتانیا از تشکیل شورای مشاوران اقتصادی برای دریافت بهترین ایده‌ها در مورد بهبود وضعیت اقتصادی این کشور نیز سخن گفته است. انتظار می‌رود یکی از دو نامزد نخست وزیری بریتانیا روز دوشنبه هفته جاری به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شود. افراد مسلح ناشناس در فاریاب یک جوان را کشتند. منابع ملی در فاریاب میگویند که افراد مسلح ناشناس یک جوان را در داخل خانه اش تیرباران کرده است. این رویداد شنبه به شب 12 سنبله در روستای بایقرزه ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب رخ داده است. منابع ملی در فاریاب به روزنامه 8 صبح میگویند که این جوان خالدار نام داشت و افراد مسلح ناشناس ساعت 12 شب وارد خانه اش شده و او را با شلیک گلوله کشتند. بر بنیاد معلومات به سگان این جوان، او تازه از ایران بازگشته بود. تا هنوز معلوم نیست این جوان به چی دلیل کشته شده است. طالبان در فاریاب نیز در این مورد چیزی نمیگویند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، قتل‌های مرموز در ولایت‌های مختلف افزایش می‌یابد. خبر که طعم پیروزی طالبان را به زهر مبدل کرد. هواپیمای بی‌سرنشین طعم پیروزی را از طالبان گرفته است. افزایش گزنی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی بر آسمان کابل و شمار از ولایت‌های افغانستان نگرانی شدید طالبان را برانگیخته است. پس از پیروزی طالبان در افغانستان، تقریبا همه روزه هواپیماهای بی‌سرنشین در آسمان افغانستان مشاهده شده است. با کشتن ایمن الزواهری رهبر القاعده در وزیر اکبرخان کابل، طالبان بیشتر از هر زمان دیگر از پرواز بی‌وقفه این هواپیما نگران شده است. با تازگی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی مدعی شد که درباره ورود هواپیماهای بی‌سرنشین به خاک افغانستان دو احتمال مطرح است: یا تاجیکستان حریم هوایی اش را در اختیار نیروهای آمریکایی گذاشته، و یا اینکه هواپیماها از قطر پرواز میکنند و از آسمان پاکستان وارد افغانستان میشوند. پیشتر ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع گروه طالبان پاکستان را متهم کرد که حریم هوایی اشیا در اختیار نیروهای آمریکایی میگذارد، اما پاکستان اظهارات وی را رد کرد و گفت که چنین اتهامهای روابط دو طرف را صدمه میزند. جدای از مسیر ورود هواپیماها به فضای افغانستان، واقعیت این است که گیزنی پیهم تیاره‌ها بر آسمان مرکز و ولایات خواب را از چشمان طالبان را بوده است. تقریبا همه روزه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها گزارش‌های منتشر می‌شود که حاکی از عملیات نیروهای هوایی آمریکایی در کابل و ولایت است. با تازگی اعلام شد که رئیس رجال برجسته طالبان و همراهانش در یک عملیات هوایی در ساید مزنگ کشته شده است. پیشتر هم گزارش شده بود که هواپیماهای بی‌سرنشین اهداف را در ولسوالی درقد و خواجه بهادین تخار آماج قرار دادند. همچنان هفته گذشته شایع حمله بر یک مرکز نظامی طالبان در ولایت لوگر گرم بود. برخی منابع مدعی بودند که در این حمله یک پایگاه مهم طالبان که در آن اعضای القاعده نیز حضور داشتند هدف قرار گرفته است. همچنین از ولایت غزنی نیز اطلاعات منتشر گردید که هواپیماهای بی‌سرنشین برخی نقاط را در آنجا بمباران کردند. بدون در نظر داشت صحت و سقم این حوادث، این شایعات و گزارشات طعم پیروزی را برای طالبان تلخ می‌کند. منابع از کابل گزارش می‌دهند که رهبران شبکه اقونی پس از کشته شدن ایمن الزواهری کمتر در کابل حضور دارند. آنان به گونه سری به کابل سر می‌زنند و دوباره از صحنه غایب می‌شوند. مقام‌های آمریکایی گفتند که اوضاع افغانستان را زیر نظر دارد و هر لحظه که احساس تهدید خطر کنند به گونه فوری دست به کار خواهند شد.
طالبان همواره تاکید میکنند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما تمام کشورهای منطقه و جهان نگران نفوذ گروه‌های تروریستی در افغانستان هستند. پاکستان از پروبال یافتن تحریک طالبان پاکستان عمیقا نگران است و برخی سران تی تی پی را در شرق و جنوب افغانستان هدف قرار داده است. ایران از نفوذ داعش در مرزهایش به شدت هراسیده است. حمله اخیر داعش در هرات، درگیری طالبان با داعش در فرا و شهر هرات نشان دهنده نفوذ روزافزون داعش در حوزه غرب است که بخشی از حوزه امنیتی ایران محسوب می شود. آسیای مرکزی هم بیشتر از هر آدرس دیگر خود را از نایه افغانستان آسیب پذیر می داند. طالبان با وجود اصرار و درخواست به هم کشورهای آسیای مرکزی هرگز به تسلیم دهی و یا تجدید گروه‌های اسلامیست تاجیک، ازبک و قرقیز موافقت نکردند. همکنون اعضای شبکه جنبش اسلامی تاجیکستان در بدخشان حضور نیرومند دارند. مهدی ارسلان رهبر تحریک اسلامی تاجیکستان در مرزهای کشورش حاکم است و منتظر فرصت برای ضربه زدن به رژیم امام علی رحمان در دوشنبه میباشد. از سوی دیگر با وجود اینکه جنبش اسلامی ازبکستان از ولایت‌های سرپل، فاریاب و جوزجان رانده شده، اما در صفوف طالبان در شمال نقش نیرومند دارند. طالبان زیر فشار ازبکستان، روسیه و چین اسلامگرایان رادیکال آسیای مرکزی را از ولایت مرزی به کابل جنوب و برخی دیگر از ولایت شمالی منتقل ساختند. همکنون ده‌ها خانواده خارجی شامل روس‌ها، تاجک‌ها، ازبک‌ها، چچنی‌ها و اوغوی‌ها در بغلان و بخش‌هایی از کندز مستقر شدند. حضور رهبر القاعده در قلب کابل روابط تیره امریکا با طالبان را تیره‌تر ساخته است. پس از کشته شدن ملا زوایری، امریکا مذاکره با طالبان را بر سر آزادسازی ذخایر بانک مرکزی افغانستان متوقف کرده است. برغم درخواست مکرر چین، روسیه در شورای امنیت سازمان ملل برای رهایی ذخایر از بانک مرکزی افغانستان، امریکا با قاطعیت با آزادسازی ذخایر بانک مرکزی مخالفت کرده است. گفتگوهای دیپلماتیک میان نمایندگان امریکا با طالبان در دوحه نیز متوقف گردیده است. امریکا طالبان را متهم میکند که توافقنامه دوحه را نقض کرده است، اما طالبان پیوسته تاکید میکند که هنوز تحقیقات درباره ادعای امریکا مبنی بر کشته شدن رهبر القاعده در کابل تکمیل نشده است. طالبان با وجود اصرار و درخواست پیهم کشورهای آسیای مرکزی هرگز به تسلیم دهی و یا تجدید گروه‌های اسلامیست تاجیک، ازبک و قرقیز موافقت نکرده است. همکنون اعضای شبکه جنبش اسلامی تاجیکستان در بدخشان حضور نیرومند دارند. مهدی ارسلان رهبر تحریک اسلامی تاجیکستان در مرزهای کشورش حاکم است و منتظر فرصت برای ضربه زدن به رژیم امام علی رحمان در دوشنبه میباشد. از اینکه تا این دم با ما بوده جهان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش.